من عصمت وطنپرست هستم، یه مادر داغ دیده، رنج کشیده، آواره شده، از اینکه یه قاتل گرفته و گرفتن اینجا میخواست محاکمه میشه، دلم میخواست یه لبخند زده باشم. آقای موسوی شما خراب کردی، شما داری به نفع جمهوری اسلامی کار میکنی. اگر این دادگاه خراب بشه، آقای موسوی شما کردی و مجاهدی که اونجا جمع شدن توف رو مردم بندازن. نمیدونی اینجا چه جلویه. ما نمیتونیم بریم جلو دادگاه خوشحال باشیم، میترسیم بزننمون، توف رومون بندازن، دادگاه خراب بشه. آقای موسوی این کار خوبی نبود که تو کردی. من دلم میخواست که حلقه گل گردن تو بندازم، نمیری دنبال مجاهدی. تو نمیدونی مجاهدی کی هستن. بپرس مینی او سرهنگی، او خلبانی که مسعود و بنی صدر آورد نجاتشون داد، باهش چی کار کردن؟ خودت برو بپرس، بگو چی کار کردن با او. بهش میگفتن با سگا میری چی کار میکنی؟ یه انسان آبرومند، اینا به هیچ که رحم نمیکنن. فکر نکن، تو فکر کن چرا من با اینا نیستم؟ چرا نیستم؟ بپرس بینی با من چی کار کردم؟ بپرس بینی با مرضیه خواننده اینا چی کار کردم؟ برو بپرس مینی با پسر رجوی، پسر مسعود رجوی، بچه‌ی اشرف ربیعی تو نروژ به دادگاه میکشن. برو بپرس مینی اینا کی هستن؟ داری به کی پشتیبانی میکنی؟ ایران رو سوزندن، نابود کردن، خودشونه جنگو اعلان کردن، خودشون در رفتن، اومدن خارج کشور زندگی خوب بکنن. آقای موسوی نمیدونی که ما چه کشیدیم. عکس لیست بچه های من میبره میذاره رو قبر امام حسینش، میگه شهید کربلا من در راه تو دادم. کی در راه کی دادی؟ همون موقع اقدر من گریه کردم، اقدر من اشک ریختم، هیچ که نپرسی که چرا این همه گریه میکنی، با چه حقی عکس بچه های من رفتی گذاشتی اونجا؟ سرور شهیدان در راه تو دادم. برای چه؟ مسعود رجوی. به تو میگم ما نمیتونیم بری بت پرست باشیم. بچه های من در راه آزادی ایران رفتن، بچه های من رفتن بت بشکنن، خمینی نابود کنن، نیومدن که بت پرست باشن. آقای موسوی یک کمی فکر کن، این حرفایی که داری میزنی، این چیزایی که داری میگی کهنه نیست. مجاهدی از اولم به ایرج همین حرفا میزدن که شما فکر میکنی حرف تازه زدی. حرف تازه نزدی، تو اومدی پشت مجاهدی که اونجا را قبضه کنن، نوری یه قاتل یه آدم کش محاکمه نشه، چون میدونن اینا که اگر این قاتل محاکمه بشه نوبت خودشون هم میرسه. مرگ و نفرین بر اونایی که انقلاب کردن، مردم رو به این روز سیاه انداختن. بری نگاه بکنی میبینی تو ایران چه خبره. روزی 600 تا 700 تا دارن میمیرن مردم. میگه مثل برگ درخت مردم دارن میریزن رو زمین. از روزی که خمینی پدر بزرگوارشون آوردن تو خمینی تو ایران، همینطور ارتشیای عزیز، خلبانا، آدمای با ارزش اعدام کردن. اینا میگفتن روند اعدام ها کمه، تو
تو بدون منی چی کار داری میکنی؟ پشت کی داری میری؟ پشت کی داری میری؟ داری ای دادگاه خراب میکنی؟ داری ای لبخند از ما میگیری؟ ایرج مستاقی، حمید اشتری، مختار شلالبند ای دادگاه رو بپا کردن. چرا باید نصیب کسی دیگه بشه؟ چرا اومده ای میگی گفته نمیدونم ایرجی تو گفته، ایرجی تو گفته؟ بره حقش رو بگه. چرا نباید بگه؟ چرا نباید بگه؟ آخه تو با چه حقی این لبخند و این شادی از ما گرفتی؟ چرا باید واقعا ایران سوخت عوض ای که پشت مردم ایران باشی؟ اومدین پشت مجاهدین؟ مجاهدین ارزش این ندارن که ایران رو تحویل بگیرن. امیدوارم که هیچ وقت ایران دستشون نیفته، ایران از دست ایسیس در بیا بفته دست طالبان. بس کنین، حق ندارین اسم من بیارین، حق ندارین اسم بچه های من بیارین. من بچه ها در راه آزادی ایران رفتم، نیومدن بت پرست باشن. من بهشون افتخار میکنم، سرم بالا میگیرن که بچه ها در راه آزادی ایران رفتن، بت پرست نیستن. امیدوارم هر که این انقلاب که ایران و ایرانی به این روز سیاه انداخت نابود بشه. چرا باید ای تو سر مردم ایران بیاد؟ خونه من کرده بودن ستاد مجاهدی، من اطلاع نداشتم. ای تو بچه های من و زندگی من نابود شد. همسر عزیزم کجا رفت؟ بچه ها چه شدن؟ پدر و مادرم چه کشیدن؟ چرا باید ای تو سر ما بیاد؟ حالا یه دست بر نمیدارم، جرأت نمی کنی بری جلو دادگاه، دست در نکنه موسوی، حلقه گل گردنت انداختم. مرسی.